در قسمت اول محرمانه عراق جنگجویان عراقی نشان دادند که چطور جرقه های نفرتشان از غربی ها به شعله های قیامی مرگبار تبدیل شده است. با رسیدن آمار تلفات نیروهای متحده به 500 نفر در سال 2003 بالاخره رئیس جمهور بوش قبول کرد که مقاومتی بزرگ در حال شکل گیری است. به این منظور آمریکایی‌ها 1000 مأمور امنیتی خصوصی را به صورت قراردادی استخدام کردند. این فیلم که در آن به یک ماشین تیراندازی می شود ظاهراً توسط چند تن از نیروهای امنیتی خصوصی گرفته شده که از پشت ماشینشان فیلم برداری می کردند. هدف اونها حمایت از کسانی بود که با اونها گفته شده بود از اونها حفاظت میکنند. اونها اهمیتی نمیدادند که چند تا دشمن برای خودشون میتراشند. فقط هدفشون این بود که از یک نفر که توی یه ماشین ضد گلوله بود محافظت کنند و اونها با رفتارشون و کارهاشون دشمنان زیادی برای خودشون ایجاد کردند. در 31 مارچ سال 2004 4 نفر از نیروهای قراردادی شرکت بلک واتر که به نگهبانی یک قافله تدارکات گماشته شده بودند وارد فروجه شدند. ماشین آنها در مرکز شهر متوقف شد. از زمان تیراندازی های سال قبل فروجه خشونت بیشتری به خود دیده بود. اینجوری گفته میشه که مامورین قراردادی مامورین موساد بودند که لباس مردم معمولی رو پوشیده بودند. حتی اگه الان هم از مردم فلوجه بپرسین میگن اونا افراد موساد بودند. مأمورین قراردادی به ضرب گلوله مسلسل به قتل رسیدند. فرمانده اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا از افراد مرتبطش خواست که تعدادی از مردم را دستگیر کرده و به آنها تحویل دهند. اما واشنگتن بی‌صبرانه از نیروی دریایی می‌خواست که حمله انتقام‌آمیز به فلوجه را ترتیب دهند. همه چیز آماده بود که اوضاع از این هم بدتر بشه. و بزرگترین اشتباه بیشتر به یک جنون شبیه بود. و این بود که داخل شهر بخوایم بجنگیم. بنابراین همه میدونستیم که از برنامه خودمون خارج شدیم. ما همچنان بیشترین مراقبت رو انجام میدهیم که هیچ آسیبی متوجه افراد غیر نظامی بیگناه نشود. اما اجازه انتشار هرج و مرج و خشونت رو نمیدهیم. 4 روز پس از مرگ مأمورین قراردادی نیروی دریایی فلوجه را به محاصره درآورد. داخل شهر جمعیتی بالغ بر 250,000 نفر وجود داشت. در میان آنها صدها نفر افراد مسلح قرار داشتند که تعدادی از آنها متعلق به فلوجه بودند و برخی دیگر صرفاً به خاطر جنگ به این شهر آمده بودند. به عنوان یک مسلمان، یک با ایمان و یک عراقی، وظیفه من، نه فقط من، بلکه هر کسی که یک متجاوز در کشورش داره باید به اونا بجنگه. منم اونجا جنگیدم. من شاهد همه چیز بودم. کشتن 4 مأمور موذور به اونا حق نابودی کل شهر رو نمیداد. اونا زنها و بچه ها و پیرمردها رو در مسجد به قتل رسوندن. اگر من و خانوادم اونجا بودیم فرار میکردیم. هیچ چیز پیچیده‌ای در این مورد وجود نداشت که این اتفاق خواهد افتاد. اما مردم تصمیم گرفتن که اونجا بمونن و متاسفانه خشونت انجام گرفت. اون گلوله ها بین کسی فرق نمیگذاشت. از دیوارا رد میشن و مردم صدمه میبینن. ما نیرو رو پشتمون میخوای. رو پشتمون. آره یکی بره بالا. روزها گذشت و مهاجمین در موقعیت خود باقی ماندند.